هفته‌ای که گذشت رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی توجه ویژه‌ای به مسائل نقض حقوق بشر و زندانیان سیاسی در ایران کردند. نام چند زندانی سیاسی ایرانی در این میان مطرح شد و حتی یک جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات به یک روزنامه‌نگار ایرانی دربند اختصاص یافت. امشب کوروش ساعتی با ماست و در ارتباط با این مسئله گفتگو خواهیم کرد. خب کوروش، اول از همه در مورد همین جایزه جهانی آزادی مطبوعات 2011 صحبت کنیم که خب نصیب یک ایرانی شد. بله، سازمان یونسکو به جایزه جهانی آزادی مطبوعات سال 2011 رو به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی و دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت اهدا کرد و در واقع به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز بود که رئیس هیئت داوران این جایزه در این باره اعلام کرد که اهدای این جایزه به آقای زیدآبادی ارج‌گذاری به شجاعت استثنایی، مقاومت و تعهد این روزنامه‌نگار در جهت آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر، تساهل و انسانیت و اهدای این جایزه در واقع ورای شخصیت آقای زیدآبادی تعلق داره به بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی که هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند. و خانم ایرنا بوکووا، مدیر عامل یونسکو، هم در این باره گفت که آقای زیدآبادی در تمام این مدت فعالیت‌هایش همواره شجاعانه در دفاع از آزادی مطبوعات بوده، برای آزادی بیان و حق بنیادین بشر مبارزه کرده و عنصر کلیدی که برای جوامع باز و روانمدار است از اونها دفاع کرده و در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات که 13 اردیبهشت هست خواسته از مقامات جمهوری اسلامی ایران که این روزنامه‌نگار زندانی را آزاد بکنن. این جایزه جهانی که یونسکو در نظر گرفته از سال 97 درست شده به نام یک گیامورو کانو که یک خبرنگار کولومبیایی بود که کشته شد و از اون سال به هر خبرنگار یا نهاد یا سازمانی که بیشترین تلاش رو در راه دفاع از آزادی بیان کرده و جونش رو در خطر انداخته اهدا میشه که امسال به آقای زیدآبادی داده شد. آقای زیدآبادی چند جایزه پیش از این هم گرفته بود که یکیش قلم طلایی سال 2010 مؤسسه جهانی مطبوعات بوده. اما راجب جعفر پناهی، کارگردان مشهور ایرانی که الان هرچند که در بند نیست ولی خب به زندان، ممنوعیت از فعالیت هنری، ممنوعیت خروج از ایران، واقعا ایشون محکوم شده، تازگی ایشون خبرساز شده، درسته؟ بله، دقیقا همون توجهی که در هفته گذشته در مقدمت آوردی که نشون داده شده بود به زندانیان سیاسی و یا کسایی که حکم زندان دارن، یک نمونهش هم آقای جعفر پناهی بود که مجله مشهور تایم که هر سال به مرد سال رو یا چهره سال رو معرفی میکنه، امسال آقای جعفر پناهی رو در میان 10 هنرمندی قرار داد که در طول تاریخ مورد از اذیت و آزار حکومت‌هاشون قرار گرفتن که این مسئله مهمی بوده. 9 هنرمند دیگه هم در این لیست هستن که مثل پازولونی، آندره تارکوفسکی، ماسیکو، کاراواجیو، چارلی چاپلین و آی وی وی که در این لیست جای دارن. ولی بهونه این که این مجله تایم این گزارش رو تهیه کرده در واقع برمیگرده به یک روزنامه‌نگار، یک هنرمند چینی به نام آی وی وی که تازگی حکومت چین ایشون رو بازداشت کرده و به خاطر این لیست رو تهیه کرده بودن که نام آقای جعفر پناهی هم اگه اشتباه نکنم سوم یا چهارم بود در این لیست. خب در مورد بهاره هدایت هفته پیش صحبت کردیم. بهاره هدایت یکی از زندانیان سیاسیه که زندانیان دانشجو هستش که واقعا یکی از سنگین ترین حکم ها رو بهش دادن، اما همزمان با سالروز تولدش خیلی ایشون تونست حمایت جلب کنه و حمایت های فراوانی از ایشون شد. بله، من فقط یه نکته هم اشاره بکنم که در ادامه حمایت هایی که از زندانیان سیاسی شده بود، عفو بین الملل هم حمایت کرد از آقای حشمت الله تبرزدی، زندانی سیاسی، و اعلام کرد که باید ایشون بدون قید و شرط آزاد بشه. آقای تبرزدی به 8 زندان محکوم شده و الان در زندان رجای شهر هستش. ولی در ارتباط با خانم بهار هدایت، همونطور که گفتی در 16 فروردین تولدش بود و ما دیدیم که فعالان دانشجویی در خارج از کشور، کسایی که بعضیشون حتی با بهار هدایت همبندی بودن و دوستان دیگرش و حتی دانشجویان خارجی در این ارتباط جمع شدن، مراسم سمبولیک تولد براش گرفتن و حتی درختی به نام بهار هدایت کاشتن. و خب این مسئله نشون میده که در واقع حتی تولد زندانیان سیاسی به عنوان یک بهانه‌ای در دست فعالان حقوق بشر و
در واقع فعالان دانشجویی در خارج از کشور در اومده که از این طریق بتونن حداقل یادی بکنن از اون زندانی که روز تولدش هست و موارد نقض حقوق بشر رو بدین ترتیب نشون بدن. همونطوری که گفتم بسیاری از دانشجویان خارجی هم در این مراسمایی که بهشون اشاره کردم شرکت داشتن. اما از سوی دیگه اتحادیه دانشجویان اروپا که یک تشکل دانشجویی است در اروپا، از انجمنهای دانشجویی در اروپا تشکیل شده، هم حمایت کرد در سال روز تولد بهار هدایت از این دانشجوی زندانی و در واقع خواستار به ویژه از اتحادیه اروپا و یونسکو خواستش که به وضعیت همکارانشون، همسنفانشون در ایران که وضعیت بدی دارن نسبت به اونها در اروپا، رسیدگی بیشتری بکنن و خواستار آزادی اینها شدن. و خب خود بهار هدایت هم اگر خاطرتون باشه یکی از موارد اتهامش این بود که به همین اتحادیه دانشجویان اروپایی یک پیام فرستاده بود از سوی دانشجویان ایرانی و موارد برخورد با دانشجویان در ایران رو مفصل شرح داده بود که نوار ویدیویش بود و یکی از موارد اتهامی بهار هدایت بوده. خب بهار هدایت الان یک چهره دانشجویی که در میان فعالان دانشجویی در کشورهای مختلف هم شناخته شده، اما از اون دانشجویی که کمتر از اونها نام برده میشه چه خبر؟ یک گزارش خیلی خوبی بود که سایت دانشجو نیوز یک گزارش مفصلی بود اوایل هفته گذشته منتشر کردش که در اون به مفصل به برخوردهایی که با دانشجویان در سال 1389 شده بود به تفصیل اشاره شده بود و هر ماه رو تفکیک کرده بود. گزارش در این گزارش ما حدود 388 حکم بازداشت دانشجو رو داشتیم در سال 89 و 877 مورد احکام محرومیت از تحصیل و اخراج برای دانشجویان بوده و اشاره کرده بود که این آمار حتی کامل نیست و خیلی ها گزارش نکردن به خاطر فشارها و تهدیداتی که بوده و 4 دانشجو کشته شدن توسط نیروهای امنیتی و 5 دانشجو خودکشی کردن. موارد بسیار زیادی بوده. اما نکته آخرم در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی رجای شهر یک نکته مهمی بود که اینها اعلام کردن از فردا اعتصاب قضا خواهند کرد در حمایت از اعتصاب قضای خانم فخر و سادات محتشمی پور که همسر آقای تاجزاده هست و به خاطر فعالیتایی که در خارج از در واقع زندان داشت در حمایت از همسرش و افشاگری که در ارتباط با وضعیت اون بود بازداشت شده. الان خانم محتشمی پور در اعتصاب قضا هست و تنی چند از زندانیان سیاسی رجای شهر که در میان اونها چند فعال دانشجویی مثل مجید توکلی و بهروز جاوید تهرانی هم هستن اعلام کردن که دست به اعتصاب قضا خواهند زد و خواسته دیگرشون هم رسیدگی به وضعیت تمامی زندانیان سیاسی و خانواده های زندانی ها هست که گفتن تا این به این خواسته نرسیم اعتصاب اون رو نخواهیم شکند. ممنون از تو کوروش عزیز. مرسی. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. مرسی.